خدایا، اطمینان دارم هیچ کس بهتر از تو صلاحم را نمی داند، نمی خواهد. خدایا، در این شبهای با فضیلت قدر فقط از تو می خواهم مرا به حال خودم وا مگذاری. التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت یک و یک شما دوستای خوب و نازنینم. انشالله که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و خوشحال باشین. دوستای خوب و نازنینم، در ایام شبهای قدر قرار داریم، پس چقدر خوب است که ما و شما شب زنده داری کنیم. انشالله که دعاهایتان، نمازهایتان قبول درگاه خداوند باشه. انشالله که همچنان به ما هم دعا کنین و انشالله که خداوند همگی ما و شما را ببخشه، گناه های ما را ببخشه، چون شبهای قدر شبهای خیلی بزرگی هست، شبهای است که در طول سال زیاد تکرار نمیشه. پس چقدر خوب است که ما و شما در همین شبهای قدر که قرار داریم دعا کنیم، از ته دل ما نماز بخوانیم، نمازهای شب قدر بخوانیم و همچنان دعا کنیم، استغفار کنیم، توبه کنیم و انشالله که خداوند از گناه های ما که هرچقدر کوچک هم باشه خداوند بگذره و انشالله که انسانهای پاک و صاف و صادق باشیم. پس دوست خوبم، شبهای قدر هستم، بهتر است که برای همدیگر خدا کنیم، برای خانواده خدا کنیم، برای دوستای خدا کنیم، برای هموطنای خدا کنیم، برای هر کسی که ما شما بشناسیم که مشکل دارن، مریض دارن یا هر گپ دیگه که مثلا به دعا نیاز داره را بشان دعا کنیم تا خداوند همگی ما شما را به آرزوهای ما برسانه، همگی ما شما را ببخشم، همگی ما شما همیشه موفق باشیم، سالم و خوشحال باشیم. پس چقدر خوب است که ما و شما دوستان درباره اهمیت شبهای قدر با هم دیگه معلومات خود را بالا ببریم، معلومات داشته باشیم که بفهمیم وقتی که ما و شما شب قدر میشینیم، مثلا شب زنده‌داری میکنیم، از شب تا سحرگاه نماز میخوانیم، دعا میکنیم، دعاها را میخوانیم، پس امی چقدر اهمیت داره در زندگی ما و شما. پس خوب است که برندی برنامه خودتان باشین تا آخرین لحظات تا با همدیگر صحبت کنیم، معلومات بتیم و انشالله که شما همچنان درباره اهمیت شبهای قدر بیشتر بفهمین و انشالله که از شبهای پرفضیلت قدر استفاده کنین. انشالله که خداوند همگی ما و شما را دوست داشته باشه. خب شبهای قدر واقعا شبهای خیلی با ارزش و ارزشمندی هست که در دین مبین اسلام همگی ما و شما که خدا را شکر مسلمان هستیم، در ماه مبارک رمضان سه شب شب قدر شب زنده داری میکنیم و از سر شب تا سحرگاه را چکار میکنیم؟ نماز میخوانیم، عبادت میکنیم و همچنان دعاهایی که مربوط شبهای قدر میشه را همگیش را میخوانیم، نماز شب قدر را میخوانیم و از خداوند حاجت خود ما را طلب میکنیم. خداوند مثلا بهش میگم خدایا ما را ببخش، خدایا گناه هایی که ما کردیم ما را ببخش. پس شبهای قدر واقعا در دین مبین اسلام خیلی جایگاه خیلی بالایی دارم که ما و شما خدا را شکر که مسلمان هستیم باید بدانیم و اگر ما و شما فهمیده شبهای قدر را شب زنده داری کنیم چه بهتر است. از اینکه نفهمیده اگر مثلا شب زنده داری میکنیم خیلی خوب است، ولی اگر معلومات خود ما رو بالا ببریم، اگر معلومات داشته باشیم که واقعا عالی میشم. پس خیلی دلایل زیاد داره که ما و شما کودکان و نوجوانان عزیز شبهای قدر شب زنده داری میکنیم و شب قدر میشینیم و نماز میخونیم، عبادت میکنیم. یکی از دلایلش است که وقتی ما و شما چیکار میکنیم؟ شب قدر میشینیم، دعا میخونیم، نماز میخونیم، نماز شب قدر میخونیم و همچنان قرآن کریم به سرمون میگیریم، دعا میخونیم. خب یکیش است که تقوای ما بیشتر میشه، پرهیزکاری ما بیشتر میشه، ما و شما انسانهای پاک و با ایمان و با تقوا میشیم. هر قدر که ما و شما خود ما را به خدای بزرگ ما نزدیک کنیم، هر قدر که ما و شما خود ما را انسانهای خوب کنیم، پس خداوند بر ما کمک میکنه تا ما انسانهای چی شویم؟ با تقوا شویم، انسانهای با ایمان شویم. ایمان ما و شما تقویت پیدا میکنه، ایمان ما و شما بیشتر میشه، در دل ما مستحکمتر میشه و همچنان انسانهای پاک میشیم، انسانهایی میشیم که از گناه ها دوری میکنیم، انسانهایی میشیم که از کارهای زشت و ناپسند دوری میکنیم.
پس چقدر خوب است دوست خوبم، شما که همیال چی هستین؟ کودک هستین، نوجوان هستین، پس از همین لحظه در شبهای قبل بشینین نماز بخوانین، دعا کنین، و چه بهتر است که در جماعت برین، به خاطر که اونجا نفوس زیاد هست و این باعث میشه که اصلا خوابتان هم نگیره و همچنان احساس خستگی هم نکنین و عمو دعایی که میخوانین، نماز که میخوانین هم و بسیار راحتی بخوانین. پس دوستای خوب و نازنین، میریم با همدیگه یک میان برنامه بینیم و دوباره بنیده برنامه خودتان باشیم. دوستای خوب و نازنین، باز هم طاعات و عبادات شما دوستان قبول درگاه خداوند باشه. انشالله که ما را همچنان، ما و همکارای ما را از دعاهایتان فراموش نکنین. انشالله که خداوند بزرگ دعاهایتان، نمازهایتان، روزههایتان قبول کنه. انشالله که به آرزوها و اهدافتان برسین. ما در بخش قبلی درباره اهمیت شبهای قدر کمتون معلومات دادم و گفتم. پس خوب است که باز هم درباره اهمیت شبهای قدر و دلایلی که ما چرا شبهای قدر بیدار میشینیم بیشتر بفهمم و بگویم. یکی دیگر از این اهمیت شبهای قدر یا دلیلی که ما شبهای قدر شب زنده داری میکنیم این است که ممکن است بعضی از دوستای ما باشن که در طول روز زیاد تشنه میشن، گرسنه میشن، چون کم کم هوا هم گرم میشه، پس احساس تشنگی میکنن. شاید اونا یکم پرخاشگر شون، کمی هم مثلا اخلاقشان تند شون. پس اینا اگر در شبهای قدر شب زنده داری کنن، اگر اونا شبهای قدر بشینن، نماز بخوانن، دعا کنن، اونا با این کارشان میتونه اخلاق خودشان خوبتر کنه، اونا خودشان به خداوند نزدیکتر میکنه و این کارشان، عبادتشان باعث میشه که اونا چیکار شوند؟ خونسرد شوند، کمی انسانهای مهربان شوند و امی بالای اخلاقشان تاثیر خوب داره. پس چقدر خوب است که ما در شبهای قدر همچنان دعا کنیم، نماز بخوانیم تا ای که اخلاق ما شما نیکو شود، اخلاق ما شما خوب شود و بتانیم تا آخر عمر ما را انسانای خوب باشیم. پس یکی دیگر از فواید یا دلایلی که ما و شما شبهای قدر شب زنده داری میکنیم است که روی اخلاق ما شما تاثیر مثبت دارم. و من بیشتر به دوستای ما گفتم، شاید بعض دوستای ما باشن که دکه تنها بشینن شب قدر شب زنده داری کنن، شاید برشان خسته کن تمام شد و شاید هم خسته شون، زله شون، چون نماز خواندن وقتی که ما و شما صدر که نماز می خوانیم واقعا سخت است دیگه، چون باید بخوانیم همگیشا، باید متر درست باید بخوانیم و این باعث میشه که ما خسته شیم. اگر ما و شما در جماعت بریم، در مسجد بریم و اونجا دوستای زیاد ما میرن و همسایه های ما، دوستای ما و کسایی که ما میشناسیم اونجا کشا نماز میخوانن، عبادت میکنن، پس اگر در جمع ما و شما عبادت کنیم که خیلی بهتر است و ثوابش هم چندین برابر میشه. پس خوب است که در شبهای قدر با جمع از دوستای ما باشیم، با کسایی باشیم که اونا همشان شب زنده داری میکنن. و دیگه ای که وقتی ما و شما شب قدر شب زنده داری میکنیم، یک فرصت خیلی خوبی است که ما و شما چیکار کنیم؟ دعا کنیم. پس در شبهای قدر، در ماه مبارک رمضان، دعاهای ما و شما بیشتر مستجاب میشه، بیشتر قبول میشه و یک فرصت بسیار خوبی است که ما و شما چیکار کنیم؟ در شبهای قدر دعا کنیم و همو حاجتی که داریم، همو خواسته که از خداوند داریم دعا کنیم. با دعا کردن خدای بزرگ قبول میکنه و انشالله که با مو خواسته های ما، با مو حاجت ما، با مو هدف ما، انشالله که ما و شما میرسیم. پس همیشه و همیشه ما را از دعاهایتان فراموش نکنیم. در وقت دعا کردن حتما حتما نام مرم بگیرین. خب دوستا، و همچنان دوستا یاد مناره که شبهای قدر شبهای است که گناه های ما شما بخشیده میشن. ما شما توبه میکنیم، استغفار میکنیم، ما شما از درگاه خداوند میخواییم که گناه های ما شما رو ببخشه. پس شبهای قدر واقعا پرفضیلت هست، واقعا شبهای بزرگی هست، شبهای با ارزشمندی هست که ما شما باید استفاده کنیم و انشالله که خداوند همگی ما شما را، گناه های ما را ببخشه و از گناه های ما بگذره. و همچنان دوستای خوب و نازنین، اگر ما و شما، چون اوضاع قسمی هست که واقعا بیکاری زیاد هست و بیپولی زیاد هست، ممکن است که خب در خانه خب خرج اینا مثلا زیاد نباشه، پس ما و شما در شبهای قدر دعا میکنیم که خدایا بر زندگی ما، بر رزق روزی ما برکت بده. پس امی خودش باعث میشه که رزق روزی ما هر چقدر در خانه اگر کم هم باشه، پس اونا برکتشان زیاد میشه
و ما و شما انسان‌های روزیمندی میشیم. بس برکت در زندگی ما بیشتر و بیشتر میشه. خوب است که در شبای قدر دعا کنیم که خداوند در زندگی ما و شما، در مال ما و شما، در رزق و روزی ما و شما چی رو بیاره؟ برکت بیاره. واقعا شبهای بزرگی است و انشاءالله خداوند هم دعاهای ما را قبول میکنه. و یکی دیگر از فایده ها یا دلایلی که ما شما شبهای قدر و شب زنده داری میکنیم این است که شبی که در آن حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف چیکار میکرد؟ دعا میکردن. پس ما و شما وقتی که امام زمان ما و شما دعا میکنه، وقتی که دعا میکنه پیش خدای بزرگ، پس ما و شما چرا باید دعا نکنیم؟ ما و شما همچنان دعا میکنیم، ما و شما همچنان نماز میخوانیم، ما و شما همچنان دعاهایی را میخوانیم که در شبهای قدر خواندنشان بسیار زیاد مفید تمام میشن. و همچنان میگه که شبی است که دعاهای ما و شما حتما قبول میشن. پس ما و شما وقتی که دعا میکنیم، دعاهای ما دوست داریم قبول شوه. اگر خدا نخواسته دعاهای ما کمی دیرتر قبول میشه یا اصلا قبول نمیشه، پس او دیگه خداوند خودش میفهمه که چی کار کنه. پس ما و شما کوشش تلاش نمیکنیم، دعا میکنیم، خداوند خودش بیشتر دوست داره که صدای ما و شما را بشنوه و دعاهای ما را بشنوه. و دیگه که بیشتر هم گفتم شب قصد شبی است که برای ما و شما یک فرصت است که ما و شما توبه کنیم، استغفار کنیم تا خدای بزرگ امی گناهایی که در گذشته انجام دادیم ببخشه و انشالله که گناهای همگی ما و شما بخشیده شود. و همچنان میگه که شب قدر شبهایی است که ما و شما برای دیگران دعا میکنیم به خاطر آرامششان، به خاطر زندگیشان. شاید بعضی از دوستی ما باشه که مشکل داشته باشن، شاید بعضشان باشه که مسافر داشته باشن، شاید بعض دوستی ما باشه که مریض داشته باشن. پس ما و شما در شبهای قدر چه کار میکنیم؟ دعا میکنیم تا اینکه دوستای ما و شما همچنان خوشبخت و خوشحال زندگی کنن. و دیگه که تقوای ما بیشتر میشه و ما را با خداوند نزدیکتر میسازه. ما هر قدر که دعا کنیم، هر قدر که نماز بخوانیم، هر قدر که دخترها و پسرای پاک باشیم، پس ما را خداوند بیشتر دوست داره و ما شما با خداوند نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. و دیگه از فایده های شبهای قدری است که ما و شما به خاطر از اینکه آبروی ما و شما حفظ شوه، به خاطر از اینکه ما و شما با عزت و آبرومند زندگی کنیم، ما و شما دعا میکنیم خدای بزرگ گناه های همگی ما و شما را ببخشه و آبروی ما و شما را زیاد کنه و انشالله که آبروی ما و شما همیشه حفظ باشه. شبهای قدر واقعا شبهای بزرگ و با فضیلت هست. خب دوستان خوب، نازنین همکارا اشاره میکنه که میریم با هم یک میان برنامه. دوباره بیننده برنامه خودتان باشین. دوستای خوب و نازنین، در ادامه برنامه خیلی زیاد خوش آمدین و انشالله که خداوند عبادت شما را، روزه های شما را، دعاهای شما را قبول کنه، از همگی ما شما را قبول کنم، از خود مرا، از شما را، از خانواده های ما را، و انشالله که انسان های باشیم، دختر بچه های خوبی باشیم که خداوند ما شما را دوست داشته باشه و انشالله که بتانیم در زندگی ما بیشتر موفق باشیم، بیشتر با ایمان باشیم، بیشتر با تقوا باشیم. خب ما درباره فواید یا اهمیت شبهای قدر کمتون به شما دوستای خوب معلومات دادم و گفتم که شبهای قدر چی اهمیت بزرگی داره، چی اهمیتی با ارزش داره که ما شما اگر درباره اهمیتش بیشتر بفهمیم، پس میفهمیم که واقعا شبهای قدر چقدر خوب است و یک فرصت بسیار خوبی است که ما شما در زندگی خود ما استفاده کنیم و انشالله که خدای بزرگم چیکار کنه؟ ما شما را ببخشه و ما شما را غریق رحمتش کنم. پس یکی دیگر از فایده های شبهای قدری است که ما شما یک فرصت خوب پیدا میکنیم تا اینکه بتانیم قرآن کریم را تلاوت کنیم. ما درباره فایده های قرآن کریم به شما دوست خوب معلومات داده بودم، گفته بودم که خواندن یا تلاوت کردن قرآن کریم چقدر فایده های زیادی دارم. در زندگی ما برکت میاره، حافظه ما رو زیاد میکنه، اعتماد به نفس ما رو زیاد میکنه، قلب و روح روان ما رو پاک میکنه، آرامش بر ما و شما میده. پس ما و شما در شبهای قدر اگر ما و شما چیکار کنیم؟ قرآن کریم تلاوت کنیم، پس در زندگی ما و شما چقدر فایده های زیادی میاره و همچنان دعاهای ما مستجاب میشه و یک فرصتی است که قلب و دل و روح ما را از گناهان، از بدی ها پاک کنیم. شبهای قدر شبهای خیلی بزرگی هست. انشالله که در این شبهای بزرگ همگی ما و شما انسانهای سعادتمند شویم. خب، من گفتم فرصتی است که ما و شما قرآن کریم را تلاوت کنیم. یکی از امی ارکان یا یکی از
رسوم شبهای قدیمی است که ما شما قرآن کریم میخونیم و قرآن کریم در سر ما میگیریم، دعا میخونیم و انشالله که در لحظه که شما دعا میخونین، در لحظه که شما قرآن کریم تلاوت میکنین، ما را همچنان از دعاهایتان فراموش نکنین. و دوستای خوبم، میگه شب قدر شبی است که خدای بزرگ، خدای مهربان بر ما شما امکانات خیلی زیاد را بر ما شما فراهم کرده. یکی همی که ما شما گناه های ما بخشیده میشه، از زندگی ما رزق و روزی ما زیاد میشه، برکت میایم و انشالله که بتانیم انسان های خوب باشیم، عمر ما زیاد باشه و انسان های با تقوا باشیم، با ایمان باشیم. پس شب های قدر واقعا شب های بزرگی هست که ما شما را خدای بزرگ چکار کرده، لایق ای دیده که ما شما از این شب های بزرگ درست استفاده کنیم و بتانیم انسان هایی باشیم که خدای بزرگ دوست داره ما را، چون همگی ما شما خدا را شکر مسلمان هستیم و درباره اهمیت شب های قدر اگر بیشتر بدانیم، بیشتر بفهمیم، میتونیم انسان هایی باشیم که در زندگی خودمون پیاده کنیم و عملی کنیم و بتانیم از فرصت که خدای مهربان در این ماه بزرگ، در ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا برای ما و شما فرصتی داده، پس از این فرصت خوب و طلایی استفاده کنیم. خب دوستای خوبم، من میخوام که چند تا حدیث برای شما بگویم. حدیثی از امام صادق علیه السلام فرموده که شبهای قدر بسیار ارزشمند و نیکویی دارد، زیرا در آن شبها بخشی از عبادتها و فیضهای خداوند به بندگان فرو می آید. پس شبهای قدر، حتی امامان ما و شما، پیامبران ما و شما گفته که شبهای بسیار بزرگ و ارزشمند هست که تمام امکانات و تمام خوبی ها از آسمان برای خانه های ما، برای خود ما فرو می آید و ما انسان های پاک دل می شیم، انسان هایی می شیم که خدای بزرگ دوست دارم. پس ما خدای خدا دوست داریم و خدای بزرگ ما را همچنان دوست دارم. و یک حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام است که فرموده هیچ گناهی در شب قدر بر مؤمن بعد از ترک آن باقی نمیماند و مثل روزدار بدون گناه میمیرد. خب اگر در شبهای قدر ما و شما چکار کنیم؟ هم روزه داریم و همچنان شب قدر شب زنده‌داری میکنیم و نماز میخوانیم، نذر میتیم، خیرات میتیم یا مثلا قرآن کریم میخوانیم، تلاوت میکنیم. پس ما و شما گناه های ما شما پاک میشه، ما شما به مثل ازی میشیم که یک طفل که نو به دنیا میایم بسیار پاک و معصوم هست. پس ما شما اگر در شبهای قدر از فضیلت هاشم استفاده کنیم، از اهمیتش برخوردار باشیم، پس ما میتونیم انسان های پاک باشیم. اگر خدا نکرده کدام روز بمیدیم چی کار میشیم؟ خیلی پاک، خیلی صاف از دنیا میریم و خیلی هم بیگناه از دنیا میریم و هر کسی که بیگناه باشه آخرت خوبی داره و انشالله که خداوند آخرت همگی ما و شما را خوب کنه. و از امام صادق علیه السلام حدیث دیگری است که فرمودن شب قدر بهترین شبها است و به سبب ارزش و قدرتش هدیه و فیضهای زیادی از سوی خداوند و بندگان عناوین می شود. خب باز هم امام حسین علیه السلام گفته که شب قدر شب بسیار خوبی هست، پس ما و شما در شبهای قدر همیشه و همیشه دعا کنیم و استفاده کنیم. انشالله که عبادت های شما، دعاهای شما، روزه های شما قبول درگاه خداوند باشه. انشالله که در این شب های بزرگ قدر بتانین استفاده کنین و از این فرصت خوب استفاده کنین. خب دوستای خوب و نازنینم، خیلی تشکر که بیننده برنامه خودتان بودین. انشالله که از برنامه امروز با همدیگه چیزای خوب را یاد گرفته باشین. ای بود از برنامه امروز ما. تا برنامه های بعدی خداحافظ و نگهدارتون.